با نام خدا، نام محمد هیواد رهیا بس، رئیس سازمان جوانان نوندیش افغانستان، برگزار کننده برنامه امروز. همونطور که شاید بدون، امروز در حدود 10 فدراسیون مختلف ورزشی کنار هم آمدن، نمایشات ورزشی انجام دادن و هدف از برگزاری برنامه امروزی در واقع خواستن آتش بس بود. ما با نمایشات ورزشی خواستیم به دو طرف درگیر پیام بگذاریم که ما خواهان آتش بس هستیم و آتش بس در واقع مقدمه صلح میدانیم. تا زمانی که آتش بس شکل نگیره، در واقع صلح شکل نخواهد گرفت. به این دلیل ما تاکید کردیم که اول آتش بسید، هرچی طولانی هرچی بیشتر بهتر و نتیجه بهتر و خاطر صلح داشت که در نتیجه آتش بس طرفای درگیر کنار هم بیان تا اینکه به یک نتیجه صلح برسند. همچنین ما از کشورهای داخل جنگ و صلح افغانستان خواستیم که به مالکیت و رهبری افغانها در مورد صلح و آتش بس ارج بگذارن و از این حمایت بکنن و در واقع بگذارن که خود افغانها به سرنوشت خود سهم بگیرن و در واقع تصمیم بگیرن. همچنین از حکومت افغانستان خواستیم که با او پیش شرطی که در واقع پافشاری کردن، که در واقع پیش شرطشان صحبت با مالکیت و رهبری افغان هست، همچنین پافشاری کنن و ما در کنار دولت هستیم. خب زیادتر چیزی که باعث برای ما بسیار سخت است جامعه، می قبول نکردن مردم ما، زیادتر درباره خانما یعنی قبول ندارن، برایشان بسیار سخت است که جامعه ظاهر شوند ورزش کنند. زیادتر در بخش بایست کلانه که یک رشته نسبتا جدید است در بخش برای خانما، خب وقتی که در جامعه بیرون میریم طبعا اذیت میشیم، گپا میشنویم، دست قد منن پرزه میرن دیگه، بله که این بسیار سخت است. ما از مردم میخواییم که به جای کارا تشویق مان کنند. خب ما میخواییم بهتر شود. وقتی که خب من مطمئن استم که زنای افغانستان، مردم افغانستان، مردای افغانستان اجازه نمیتن که در وقتی که قطعنامه صلح امضا میشه حق زنا از اینجا گرفته شود یا در حق ما ظلم شود و ما اجازه نمیتیم و نمیخواییم. خب میخواییم که داغوش باز اونا رو بپذیریم، به شرط که هیچ وقت برای ما مثلا کدام چی قیدگیری چیزا نباشند. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دلته راجم شوی تقریبا 20 فدراسیونونه یو د صلح لپاره آتش بس غواړو او طالبانو تم دا پیشنهاد دی چې راشي موږ سره یو ځای صلح وکړي، صلح لاسونه او بل ته د صلح ورکړو تر هغه موږ وکول شي تیارې نه روزي رڼایي کې ژوند وکړو. او بل یو لنډ هدف یې دا دی چې د فری سټایل البته زموږ د رشتې 5 نفره د ملي ټیم لپاره هم انتخابېدل او د هغه لپاره هم راغلي دلته.